شهر ووزل فرانسه، شهر کوچک اما شاهد جشنواره بین المللی فیلم های آسیایی. من هم در این شهر آمدم تا جزئیات جشنواره را با شما شریک بسازم. این جشنواره در 28 ماه فوریه آغاز شد و از سوی 7 داور از کشورهای مختلف داوری شد. 85 فیلم از 31 کشور آسیایی در این جشنواره بعد نمایش گذاشته شد و در این میان یک فیلم مستند از یک بانوی افغانستان نیز شامل است. سریا اخلاقی، بانوی از افغانستان، فیلم مستند خود را در این جشنواره نامزد کرده. این فیلم کوتاه به مشکلات و محرومیت های پناهجویان در ایران پرداخته است. سریا که خود در ایران تولد و بزرگ شده میگوید سختی های زیادی را به عنوان مهاجر در این کشور تجربه کرده است. دیدم که سرنوشت من و هزاران و میلیون ها افغان دیگه‌ای که در ایران زندگی میکنن سرنوشتمون یکیه و من دوست داشتم که بیشتر مردم ایران و مردم دنیا وضعیت افغان های ساکن ایران رو بیشتر بشناسن و بیشتر در مورد اینکه یک مهاجر افغان توی ایران چه وضعیتی داره، چه شرایطی داره بیشتر درک کنن و بیشتر بدونن راجبش. در انتظار تماشای فیلم مستند ریشه در باد. 40-50 سال اینجا باشه ولی باز ما با اینو فرق داشته. آره چند نفر با دوستان دعوام شد، دوستان بهم گفتن افغانی. خانواده های در این فیلم مستند سوژه قرار گرفتند که اعضای آن در ایران تولد شدند، ازدواج کردند و اکنون صاحب فرزند هستند اما از کوچکترین حق اجتماعی و پناهندگی محروم مانده. نمایش این فیلم مستند برای تماشاگران به ویژه افغانهای مقیم فرانسه که به دیدن فیلم آمده بودند دردآور بود. آنها مثل مهاجر در نظر گرفته می شوند، نه قسمی که می خواهند زندگی کنند. یک زخم یا مشکل غم‌انگیز است برای افغانها. خدا به همراهشان باشد. این بسیار یک مهاجرت متفاوت است به خاطر که دو نسل آنجا زندگی کرده اما هیچ چیز به کار کردن و زندگی کردن ندارند به خاطر که حکومت نمیخواهد آنها را کمک کند. من فکر میکنم این مستند واقعیت بود. در این جشنواره دو فیلم دیگر نیز درباره افغانستان به نام های فرار و خانواده افغان من به نمایش گذاشته شد که کارگردان های آنان خارجی بودند. جشنواره بین المللی فیلم های آسیایی همه ساله در همین شهر برگزار می شود و هزارها تماشاچی را از شهرهای مختلف فرانسه و کشورهای دیگر به خود می کشاند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای امریکا، فرانسه.